خب ادامه ویدو میبینیم که این نهادها گفتیم اگر چند ساخته شده اشخاص غیر دولتی هستند، اما به خاطر اینکه هویت رسمی داشته باشند و یک جایگاهی داشته باشند بر اساس حقوق داخلی هر کشور باید یک ثبت شوند و رسمیت خود از دولت بگیرند. بنابراین که ما دو مرحله را یک تذکر دادیم، یکی بحث رسمی بودن و به رسمیت شناختن و ثبتی از اینهاست باید از هم تفکیک شود، زیرا شناسایی سازمان های غیر دولتی توسط دولت و ثبت در مراجع ثبت دولتی وصف غیر دولتی بودن آنها را از بین نمی برد. ما نمی تونیم وصف غیر دولتی بودن از آنها سازمان ها را با ثبت شدنشان در دولت و گرفتن جواز کار و گرفتن رسمیت از بین برد. همین اوصاف در مورد سازمان های غیر دولتی که حمایت کننده حقوق از مصرف کنندگان هستند هم صدق می کند. و می بینیم که سازمان های غیر دولتی در دو سطح و در سطح ملی و بین المللی فعالیت دارند و فعالیت های از اینها تنها به یک موضوع یک خاص نبوده، بلکه بسیار دامنه فعالیتشان گسترده و وسیع است. اما آنچه که در این جا قابل توجه است و مورد توجه است، نقش سازمان های غیر دولتی ملی البته در مورد حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد بحث و توجه ما و شما هست. سازمان های غیر دولتی ملی هرچند در ابتدای پیدایش خود زمانی که به وجود می آیند با مخالفت های بزرگی دولت و اشخاصی که دارای اقتدار انحصاری هستند روبرو می شوند و به علت محدود بودن مشارکت های عمومی در فعالیت های اجتماعی مدنی نقش فعالی نداشتند. اینها با مشکلات مواجه میشن، اما به تدریج با آشکار شدن و ظهور نارسایی های دولت در حمایت کامل و شایسته از مصرف کنندگان و یا طبقه ضعیف، اینا اهمیت خود را در جامعه پیدا می کنند، جایگاه خود را پیدا می کنند، به طوری که امروز در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته سازمان های غیر دولتی نقش مؤثری را در بهبود وضعیت حقوق مصرف کنندگان داشته و دارند، که امروز اگرچند در افغانستان ما چنین یک سازمانی به وجود نیامده، انشاءالله که در آینده آهسته آهسته این سازمان ها به وجود خواهند آمد و رشد خواهند کرد و از طبقه ضعیفی که بسیار مورد زیان و جبران قرار میگیره حمایت خواهد شد. و بحث دومی ما نقش و جایگاه سازمان هست، که قبلا ما شما ماهیت ساختار سازمان را مورد بحث قرار دادیم، که سازمان از چگونه ایجاد می شود، رسمیت خود از کجا می گیره و ثبت در کجا می شود. این موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. حال در اینجا جایگاه و نقش سازمان را می بینیم که سازمان غیر دولتی حمایت از مصرف کنندگان برای رسیدن به اهداف خود وظایف گوناگونی را بر عهده دارد. این وظایف هرچند ما شما می بینیم که در اغلب این سازمان ها مشترک هست، اما اولویت بندی وظایف در همه از اونها یکی نیست. علت تفاوت در چی است که اولویت بندی وظایف در همه سازمان هایی که به خاطر حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشورها به وجود آمدند، تفاوتش به خاطر چی هست؟ اصل علت متفاوت بودن در اینجا همون تفکرات مؤسسان و کسانانی که تأسیس کردند این نهادها را و نیز انتظارات و نیازهای متفاوت
مصرف کنندگان هر کشور هست. کشورهای مختلف، نیازهای مختلف، انتظارات مختلف را دارند، بنابراین اولویت بندی وظایفشان به اساس همون انتظارات و نیازهایی که طبقات ضعیف کشورها دارند به وجود می آید و ایجاد می شود و طرح می شود و عملی می شود. از همین جهت است که وظایف از اینا یکی نیست، بلکه متفاوت تر هست، مشترک هست. بحث اشتراکیت است در کجاست؟ همه اینها آمدن به خاطر حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اما باز وظایفی از اینها در هر کشور فرق میکنه. گفتار اول ما در اینجا به پایان میرسه و گفتار دوم را آغاز میکنیم و میبینیم که گفتار دوم چی هست. گفتار دوم ما وظایف سازمانهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را برای ما بیان میکنه و میبینیم که وظایف از اینها چی هست و در کدام بخش ها اینا کار میکنن و همون وظیفه اصلیشان را به بررسی میگیریم و بعد وظایف دیگری را هم در اینجا ارائه خواهیم کرد. وظایف اصلی سازمان های غیر دولتی همون اطلاعات و یا ارائه اطلاعات راجع به کیفیت محصولات به مصرف کنندگان است. ارائه اطلاعات راجع به کیفیت محصولات از طرف سازمان‌های غیر دولتی یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار در حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که سازمان‌ها زمانی که ایجاد می‌شوند وظایف اصلیشان آگاهی دهی مردم راجع به محصولاتی است که در کشورها تولید می شوند و عرضه می شوند برای خدمات و کالای خدماتی را اینها باید در موردش تحقیق کنند و اعلانات خود را و آگاهی دهی خود را داشته باشند. این اقدام علاوه بر آن که مصرف کنندگان را در گزینش و یا انتخاب کالاهای سالم و ایمن یاری و مدد می رساند، آنان را از مصرف محصولات به کیفیت و معیوب و رد زیان مالی و بدنی احتمالی باز می دارد. اصلا در این پاراگرافک فایده اینمی وظیفه را بیان می کند که فایده و مؤثریت اطلاع رسانی چی است؟ مؤثریت و فایده چی است که مصرف کنندگان در انتخاب کالاهای سالم بسیار بسیار با همون اطمینان خاطر میروند کالا را، چون از اول برشان اطلاع رسانی شده، انتخاب میکنند و از مصرف محصولات بی‌کیفیت و معیوب با آنچه که زیان مالی و جانی داره خودداری میکنند. سازمان‌های خصوصی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشورهای مختلف معمولاً ارائه اطلاعات راجع به کیفیت کالا را به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف خود قلمداد کرده و در اساسنامه های خود حتی اشاره به اطلاعات رسانی دارند و برای اثبات این موضوع می توانیم که به انجمن مصرف کنندگان هلند و انجمن خصوصی مصرف کنندگان بلژیم اشاره کرد که در اساسنامه از اونها یکی از وظایف اصلی و محوریشان ارائه اطلاعات در مورد محصولات هست در بازار. علت این که سازمان‌های غیر دولتی وظیفه را به عهده گرفتن چی است؟ این است که شاگردان عزیز، ما شما می‌بینیم در کشور خودمان اگر مقایسه بکنیم که در بازار آزاد امروز ما محصولات متعدد با علائم و مارک و نشانه‌های متعدد وارد میشه و داخل کشور ما میشه و وقت و زمانی که ما میریم از یک محصول انواع متنوع را میبینیم و با او روبرو میشیم. پس زمانی که یک محصول را میخواهیم انتخاب بکنیم برای مصرف خود، انتخاب خیلی دشوار میشه. بنابراین در بعضی از کشورها سازمانهای غیر دولتی که حمایت از حقوق مصرف کننده را به دوش دارند
و به عنوان نماینده نیمی طبقه وظیفه بررسی تطبیق کالاها و علائم نشانه های مختلفی را دارند و ارائه اطلاعات لازم را راجع به کیفیت این محصولات از جمله وظایفشان هست، اونها مجبورن نسبت همون تعهداتی که به جامعه خود دادن باید مردم را از محصولات خوب و با کیفیت خبردار بسازن و آگاهی بدن. در غیر آن باز مثل کشور ما انتخاب کالا خیلی سخت می شود و همچنان زمانی که ما با وجود انتخاب که داریم به زیان مالی و جانی هم مواجه میشیم. نسبت همین سازمانه هایی که حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارن این را وظایف وجدانی خود دانستن که باید اطلاعات را در مورد با اعضای خود و با کسانانی که در یک جامعه زندگی میکنه شریک بسازن در مورد محصولات و علائم نشانه های تجارتیشان. روش آن است که وقتی مصرف کننده بالای کالا وقتی که اطلاعات را شده مصرف کننده بالای کالایی که از مارکه های مختلف روبرو می شود و بررسی های انجام شده در سازمان رجوع می کنه و اونجا می بینه که کدام مارک مورد اعتبار سازمان هست. وقتی که مارک مورد اعتبار سازمان بود همون کالا را چی میکنه؟ انتخاب میکنه و برای خود خریداری میکنه. در اینجا هست که بسیار به گونه ساده اونها میتونن که کالاهای خوب را از کالای زیان آور انتخاب بکنن و برای خود بخرن و بگیرن. و بحث دیگری هست شیوه های بررسی تطبیق کالا را سازمان ها به دوش دارن که در 4 مرحله اجرا می شود. الیف ابتدا بر اساس اطلاعاتی که راجع به اکثر کالاهای موجود در بازار یا دست کم کالاهای مصرفی زیاد است. بی سازمان باید از تعداد علائم و مارکه های موجود در بازار مطلع شود و سازمان باید تحلیل فنی محصول را آغاز کند. دال پس از پایان دادن بررسی ها مرحله عرضه اطلاعات به دست آمده نتایج بررسی های مختلف را که سازمان انجام داده در شیوه های بررسی کالا با یک دیگر شریک بسازند و بین اعضا و ملت منتشر شود. بحث دیگری که هست وظایف سازمان انتقاد از کالا هاست. این حق را هم میتوان نتیجه وظایف نخست سازمان های غیر دولتی در ادامه آن دانست که در بسیاری از کشورها صراحتا شناخته شده است و در بعضی دیگری از آنها سازمان های غیر دولتی به اتکای اصلی کلی آزادی بیان حق انتقاد از محصولات معیوب را برای خود یک حق میدانند، چرا که انتقاد از تولید کنندگانی که کالاهای غیر معیاری و خطرناکی را وارد بازار میکنن ضمن آگاه سازی مصرف کنندگان بر افزایش کیفیت کالاها اثر غیر قابل انکار دارد. ببینید که در افغانستان هم زمانی که ما شما میریم میبینیم حق آزادی بیان را هر کس دارد، در قانون اساسی هم به او تذکر رفته و این اصل یک اصل پذیرفته شده در جامعه هست. هر کس میتونه و انتقاد خود را در مورد داشته باشد و از این اصل سازمان های غیر دولتی در کشورهای دیگر هم استفاده کردن. به اساس این اصل اونها انتقاد از کیفیت کالاها را یکی از وظایف خود میدانند، به خاطر که اگر کالا مورد انتقاد قرار نگیره هر نوع کالاهای غیر استاندارد و خطرناکی مثل که ما شما میبینیم ادویه ما، تیل ما و مواد غذایی ما و حتی موادی که ما مواد نوشیدنی ما چقدر در بازار زیاد و بی کیفیت هست و تاریخ تیر شده هست،
کس انتقاد نمیکنه، سازمانی نیست که در این مورد محصولات فنی در مورد مطالعه از لحاظ فنیش انجام بده، در مورد غذا، دوا و مواد نوشادنی اشخاص اهل خبره نیست که برون و اونها همون کارهای مسلکی ابتدایی را انجام بدن و تا اینکه مردم ما بسیار با اطمینان خاطر بتانه از مواد استفاده بکنه. درس امروزی را در اینجا به اختتام میرسانیم و از خداوند عزوجل توفیق مزید خواهان هستیم برای درس‌های آینده و همکاری با شما.